درخت تو که اربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم عزیزان جان شاگردای نازنین به جلسه هجدهم از زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان عزیز گرامیان جان به جلسه 11 رسیدیم. عنوان درس امروز ما مرد قلم و سیاست است. در مورد عبدالحادی داوی با شما خواهیم بود و در حوزه دستور زبان آشنا می‌شویم با فرق فیما بین پیشوند با پیشینه دوستان عزیز در فضای مجازی ما رو دنبال کنید. آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خواهیم بود 209647802554013 در فضای مجازی نظر پیشنهادات خود را در قالب یوتیوب در قالب در واقع سایت و در قالب فضای مانند واتساب برای ما نظرتان را ارائه دهید عزیزان جان به جلسه جدید خوش آمدید خب شاگردای عزیز سنف هشتم قبل از اینکه وارد درس نو شویم درس تازه را با هم دیگر بررسی کنیم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم جلسه قبل به شما گفته بودیم که برای وجه اخباری التزامی و امری فعل مثال بزنید در جلسه قبل اگر خاطر دوستان باشد خاطرتان باشد یادتان باشد گفته بودیم که ما وجه فعل را برایتان توضیح دادیم گفتیم که فعل کلمه ای است که در ساختار جمله در واقع چی میکند برای روی دادن یک کار یا وقوع یک حالتی به کار گرفته میشود پنج ویژگی دارد که ویژگی هایش را با هم مرور خواهیم کرد در ابتدا اولین ویژگی فعل که برایتان بیان کردیم گفتیم وجه فعل یعنی ویژگی که بیان کننده فیصدی که یک جمله برایش اتفاق میافتد یک جمله میتواند 100% فیصد, فیصد اتفاق میافتد یک اتفاق میتواند چی باشد دوستان میتواند 50% فیصد باشد یا یک اتفاق میتواند اصلا اتفاق نیفتد و یک اتفاق منفی باشد حالی گفتیم که وجه فعل به این موارد میپردازد حال وجوه مختلفی برای شما بیان شد ولی در این جلسه از شما سه وش فر را خواستیم وش چی؟ وش اخباری، وش التزامی و وش امری فر را گفتیم در قالب یک جمله مثال بزنید خب ما مثال بزنیم اول میگوییم وش چی دوستان؟ گفتیم وش اخباری برای وش اخباری یک مثال میخواهیم بزنیم چه میگوییم؟ میگوییم که امروز مک... مکاتب باز شدند نگاه کنید عزیز میگویم امروز مکاتب باز شدند سال تحصیلی جدید شروع شده و مکاتب کار خود را آغاز میکند وقتی این نوع جمله رو میگوییم نشاندنده است که نویسنده جمله از وقوع ایفل از وقوع ای کار چه احتمالی میدهد؟ 100 فیصد است مطمئن است میگوید حتما حتما این مکاتب باز میشوند کی باز میشوند امروز باز میشوند این وجه اخباری است وجه اخباری و که در واقع نشاندنده ای چیست نشاندنده است که یک خبر به طور حتمی انجام بشود خب دوم وچه دوستان وچه التزامیه وچه التزامی و او چی وجه گفته میشد؟ و او وجهی گفته میشد که وقتی ما میگوییم در مورد وقوع او کار یا روی دادن حالت اون کار چی میشه دوستان؟ یک حالت شک داریم، یک حالت تردید داریم مطمئن نیستیم که این کار انجام میشود یا انجام نمیشود مطمئن نیستیم که این کار انجام شده است یا انجام نشده است به طور مثال میگویم چی؟ میگویم شاید فردا باران ببارد شاید فردا باران ببارد وقتی ما کلمه شاید را می آوریم یعنی چی؟ یعنی مطمئن نیستیم که ای فعل چه فعله؟ یعنی باریدن باران اتفاق می افتد یا نمی هر زمانی که وقوع یک فعل را با شک و تردید بیان کردیم یعنی وجه التزامی فعل را آورده ایم و وجه آخر دوستان وجه چیست وجه امری است وجه امری وجه امری یعنی وقوع یک فر را شما با دستور بیان بکنید با حالت امر بیان کنید مانند چی میگویم چی میگوییم که درس بخوان کنید شاید عزیز وقتی میگوییم درس بخوان یعنی حالت امر میکنیم حالت دستور میدهیم ورزش کن درس بخوان قوی باش نگاه کنید وقتی که این جملات را به کار میبریم یعنی چی یعنی از وجه امری فعل استفاده کردیم خب شاگردای عزیز وارد درس نو شویم درس امروز ما تحت عنوان مرد قلم و سیاست است می در مورد یکی از شاعران و یکی از سیاست مداران معاصر بنام در حوزه کشور عزیزمان افغانستان صحبت کنیم این شخصیت کسی نیست جز عبدالهادی داوی شاعر نویسنده سخنور و سیاستمدار توانای مشروط خواه است یکی از ویژگی های این شاعر و سیاستمدار بنام چیست دوستان است که مشروط خاص یعنی طرفدار سلطنت مطلقه و حاکمیت مطلق پادشاه بر سرزمین عزیزمان افغانستان نبوده خواستار حکومت قانون و در واقع نقش مردم در ساختار سیاسی کشور بوده است متولد باغ علی مردان کابل در سال 1274 هجری شمسی است تحصیلات خود را تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب حبیبیه آغاز می کند و در واقع در همین مکتب ادامه تحصیل می دهد و دوران تحصیلات ابتدایی را تمام می کند و بعد از این برای چی دوستان برای یادگیری بیشتر وارد حوزات دیگر می شود و از اساتید بنام دیگری استفاده میکند فراگیری اساس، اساسات سیاسی توسط مولوی عبدالرب و مولوی محمد سرور واسف که از مشروط خواهان بنا بوده است و یکی از علتهایی که عبدالحادی داوی طرفدار نظام مشروطه می شود آشنایی با افکاری اساتید بزرگوار و استفاده از اندیشه های ایشان است در اشعار خود نخست تحت عنوان پریشان تخلص می کند در واقع نگاه میکنیم وقتی که وارد حوزه شعر و ادبیات میشویم چون میدانیم که عبدالهادی داوی دارای دو چهره است یکی چهره است بنام در حوزه سیاست و یک چهره بنام دیگر است در حوزه ادب و زبان دری در حوزه ادبیات وقتی که شعر میگوید تحت عنوان پریشان تخلص میکند استادانی دارد در حوزه شعر که تحت عنوان ملک و شعراء قاری عبدالله و عبدالغفور ندیم میتوان از استادان بنامشان یاد کرد که در حوزه شعر کمک های بسیار فراوانی به عبدالحادی داوی میکنند و بعد از اینکه محرری سراج الاخبار را در سال 1299 هجری شمسی در واقع میگیرد و می شود رهبر و می شود در واقع چی دوستان می شود نخستین فرد در حوزه ای جریده جریده سراج الاخبار تحت عنوان امان افغان نیز از او یاد می شود چرا یاد می کنه شاید عزیز به علت ای که ای جریده ای جورنال ابتدا در زمان امان الله خان پادشاه افغانستان ای جریده چاپ می شود و در سال 1299 هجری شمسی نیز عبدالحادی داوی می شود در واقع چی؟ می شود رهبر و می شود در واقع نخستین فرد این نشریه در ابتدا بسیاری از مسائل سیاسی، مسائل ادبی که به زبان ترکی گفته شد اشان می آمد و او را ترجمه می کرد و در جریده سراج الاخبار او را به چاپ می رسن. بیان واقعیت های اجتماعی در قالب شعر وقتی که نگاه میکنیم مزامین و درون مایه و محتوای اشعار در واقع عبدالحادی داوی را نشان دهنده ای است که مزامین او یک مزامین اجتماعی و سیاسی است یعنی واقعیت های اجتماعی و سیاسی که برای مردم در دوره خودش اتفاق میافتد را به زبان شعر بیان میکرد خب علاقه مندی به سیاست و کار در ادارات دولتی در دوره امان الله خان بینید که در واقع در کنار چهره ادبی یک چهره سیاسی نیز از عبدالحادی داوی نشاندهنده می شود که در واقع نشان بده که ایشان به کارهای سیاسی و ادارات دولتی نیز علاقمند بوده است که در اسلاید بعدی مناسبشان را برای شما ذکر خواهیم کرد عضو هیئت افغانی در مذاکرات سیاسی با انگلیسیها ها یکی از اعضایی که در تحت عنوان هیئت افغانی برای مذاکره با انگلیسیها ها وارد می شود همی عبدالهادی داویز که در واقع در میسوری هندوستان وارد می شود و یک سری مذاکرات را انجام می‌دهد. زندانی شدن پس از سقوط امان الله خان زمانی که امان الله خان برکنار کنار می شود بعد از او در واقع یک سیر اتفاقات برای کسانی که طرفدار امان الله خان بودند پیش می آید از جمله برای عبدالهادی داویز که می نزدیک 7 هفت ماه در زندان سپری می کنه اشان را می توانیم از پیشگامان ادبیات دری معاصر نیز یاد کنیم خب شاید قبلی در اسلاید قبل گفته بودیم که یکی از علاقمندی های جناب عبدالحادی داوی بود که به سیاست و ادارات کار در ادارات دولتی علاقمند بود خب مناسبی نیز در طول دوران حیات خود دارد که برای شما فقط نام ببریم و ذکر میکنیم سفیر در بخارا برلین و مصر از جمله مناسبشان است وزیر مختار در لندن و اندونزیا وزیر تجارت افغانستان سرمنشی دربار سلطنت البته سرمنشی دربار سلطنت زمان اتفاق می افتد که عبدالحادی داوی پس از هفت ماه زندانی شدن می و در واقع سرمنشی دربار سلطنت می شود رئیس شورای ملی و ریاست مجلس اعیان سنا خب شاگرده عزیز همان طور که برایتان گفته بودیم یکی از اصلی ترین چهرهایی که برای حبدالعادی داوی می شود از او یاد کرد همین که ایشان یک چهره ادبی داشت در زمینه شعر در زمینه شاعری دستی بر آتش داشت و در انتهای اشعار خود تخلص پریشان را می کرد حال یک نمونه شعر برای شما می خونیم که تا با چه آشنا شوید دوستان با زمینه فکری ایشان با گفتیم که در بیان واقعیت اجتماعی محتوای اشعارشان را تشکیل میداد و از آن طرف دیگر با نوع شعرگویشان نیز بیشتر آشنا شوید تابکی تابکی اولاد افغان تابکی تابکی خان تابکی خان تابکی نور بیداری جهان را گرفت خواب غفلت ای حریفان تابکی کوکوی مرق سهر آمد بگوش خورخور خواب گرانجان تا بکی سبزه خوابیده هم برداشت سر بر نمیداری تو مشگان تا بکی میوزد باد خزانت در چمن شوق گلگشت بیابان تا بکی شوق تعمیر و سرای و خانه چند خاکبازی همچو تفلان تا به روز کار و روزگار عبرت است روز کار و روزگار عبرت است خواب راحت در شبستان تا به ای قلم ای قلم آخر زبانت میبرند ای قلم آخر زبانت میبرند اینقدر حرف پریشان تا بکه. خب شاگردای عزیز در حوزه دستور زبان ما و شما آشنا میشویم با یک تفاوت با یک فرق فرق فی ما بین چیز فرق بین پیشوند با پیشینه میخوایم نگاه کنیم که پیشوند با پیشینه چه تفاوت هایی دارند در حالی که از نظر اسم بسیار شبیه به همدیگر هستند خب می گویم که پیشوندها پیشوندها در آغاز کلمه می آیند و معنای جدیدی می سازند پس ویژگی پیشوندها چه دوستان میگوییم که پیشوندها بر سر کلمه می آیند در ابتدای کلمه می آیند و باعث ایجاد یک کلمه جدید با معنای جدید می شوند حال پیشوند دو نوع دارد دو قسم است قسم اول می شود پیشوند صرفی نوع دوم یا قسم دوم بشود پشوندهای های اشتقاقی خب پشوند صرفی چیست؟ پشوند صرفی و او پشوندهایی هایی گفته می شود که بر سر فعل می آیند و معنای جدیدی را می آورند پس ویژگی پشوندهای های صرفی چیه دوستان؟ قابل صرف در ساختار جمله چه کلماتی می صرف شد؟ تنها کلمه فعل قابل صرف است چون فعل قابل صرف است پشوندش هم پشوند سرفی می شود و باعث ساختن و ایجاد یک کلمه جدید با معنای جدید می شود به طور مثال می گوییم همی گفت همی را نگاه کنید دوستان همی می شود پشوند سرفی می رود می در واقع می شود سرفی نگف حرف نون و نرو هم حرف نونش می شود پشوند سرفی نگاه کنید دوستان این می شود سرفی ما در حالی که پشوندهایی داریم تحت عنوان پشوندهای اشتقاقی یا پشوندهای کلمه ساز خب پشوندهای اشتقاقی میگوید بر سر اسم آید و معنای جدیدی را مسازید در حالی که دوستان نگاه کنید در پشوندهای صرفی که بر سر فیلم آمد ماد پیشوندهای اشتقاقی باعث اشتقاق میشد باعث شقه شدن میشد که بر سر چی می آید بر سر اسم می آید خب و باعث ساختن یک کلمه جدید با معنای جدید مثال میگویم نادان حرف نا را نگاه کنید شاید عزیز نا می شود پیشوند پشوند چی؟ پشوند اشتقاقی چرا اشتقاقی؟ چون بر سر دان آمده دان چیه؟ یک اسم است دیگه بونه بونه فعل بونه فعل هم از نوع اسم است میشود نادان نگاه کنید نادان یک کلمه جدید است با یک معنای جدید یعنی کسی که در واقع نمیداند بی ادب بی میشود پشوند اشتقاقی که بر سر ادب داخل شده و یک کلمه نو را ساخته پس به طور کلی پیشوندها کلماتی هستند که چیه دوستان او قسمی هستند، او کلماتی هستند که بر سر یک کلمه جدید می آید و باعث ساختن یک کلمه نو می شود حالی ما می که این شد پیشوند خب پیشینه چیه؟ پیشینه کلمات نامستقلی هستند که قبل از متمم می آید و آن را به جمله پیوست می دهند پس نگاه کنید این شد تعریف چی دوستان؟ تعریف پیشینه ها پیشینه کلمات نامستقلی که قبل از متمم می آید در ساختار جمله در حالی که ما گفتیم وقتی ما در واقع پیشونده ها را ذکر میکنیم، ها می کنیم پیشونده ها در ساختار جمله به یک کلمه اضافه می شود به یک کلمه اضافه می شود و باعث ایجاد یک معنای جدید می شود ولی پیشینه ها این گونه نیست دوستان پیشینه خودش می شود یک نوع خاصی از کلمت در ساختار جمله که به هیچ چیزی به هیچ جزی در ساختار جمله نمی چسبد مانند چی؟ مانند از، مانند به، مانند برای، در، تا، با این کلمات همه چیه دوستان؟ همه ای کلمات می شود کلمات پیشینه به طور مثال میگوییم مادرم به بازار رفت حرف بر نگاه کنید دوستان اینجا در ساختار جمله آمده کلمه بعدش میشود متمم کدوم کلمه میشود کلمه بازار پس اولا گفتیم پیشینه ها کلمات نامستقل یک کلمه هستند یک کلمه خاصه در حالی که پیشفند ها این گونه نیست یک کلمه خاص نیستن یک بخشی از یک کلمه هستند در حالی که پیشینه ها یک کلمه به طور چی هستند به طور مستقل هستن. البته کتاب شما گفته نامستقل. نامستقل به چه هست؟ نامستقل از این جهت که او کلمات معنای مستقل ندارند، معنای کاملی را برای ما و برای توی متعلم و شاگرد عزیز نمیرساند. از این نظر میگوید این کلمات نامستقل هستن و نشانه یک کلمه دیگر هستن. این پیشینه ها دوستان نگاه کنید. پیشینه ها خود در واقع نشانه یک کلمه دیگری هستند تحت عنوان متمم در ساختار جمله خب کار خانگی جلسه آینده شما چیست؟ متناسب با دستور زبانی که امروز دادیم فرق بین پیشوندها و پیشینه را برای شما ذکر کردیم از شما میخواهیم که حال شما تفاوت پیشوند با پیشینه را در قالب یک مثال توضیح دهید خب شاگردای عزیز، متعلمان گرامی، در پایان جلسه اجدام رسیدیم. امیدوارم که خسته نباشید، مانده نباشید. درس امروز ما در همین لحظه تمام شد. عزیزان جان، در فضای مجازی کانال ارتباطی ما را دنبال کنید. خاصه در یوتیوب برای ما پیام بگذارید، سابسکرایب بکنید و ما را لایک نمایید ۲صر۹6۴ ۷ ۲۵5 ۴ آماده دریافت نظر و پشنهادات شما خوبان دریزبان است خداوند یارو نگهدارتان